سلام محصلین عزیز، ارزومند و همتان صحتمند و بافیت باشین. یک بار دیگر به لکچر IT فاندامنتال هفته دومی خوش آمدین. در لکچر امروز ما شما را راجع به جنریشن آف کمپیوتر صحبت میکنیم. نسل های کمپیوتر از چی وقت تا کجا شروع شده، چی هست، ما شما راجع به ازی صحبت میکنیم. خود جنریشن اگر مفهومش بحث بکنیم، خود مفهوم جنریشن همیست که تکنولوژی خود کمپیوتر چگونه از یک نسل به نسل دیگه، از یک زمان به دیگه زمان، از یک وقت به دیگه وقت چگونه چی تغییرات آمده، به چی اساس آمده. این تمام تغییرات که ما شما شاید هستیم ایره در کمپیوتر ساینس جنریشن به اساس جنریشن تقسیم کرده، که جنریشنز در اینجا تایم لیمیت می باشه. هر مثال 10 سال بعد، هر 20 سال بعد، هر 30 سال بعد یک جنریشن برش تعیین کرده. که ما این به خاطر ازی که فرق بین تکنولوژی های مختلف، نواری هایی که در داخل خود سافتویر و هاردویر آمده، چی تغییرات در سیستم مکمل کمپیوتر آمده، چی شده چی نشده، تمام موضوعات که ما شما می خواهیم را راجع به ازی صحبت بکنیم، ما شما ایده در جنریشن تقسیم بندی میکنیم. جنریشن وظیفه‌ش هم است که ما شما در کامپیوتر چی تغییرات آمده، با کدام اساس آمده، از کدام تاریخ شروع شده، در تاریخ اینی تاریخ چی شده بود، از این به بعد چی شد، اینی تمام موضوعات که ما شما بحث میکنیم در کامپیوتر، ایره ما شما با اساس جنریشن صحبت میکنیم. ما شما در کمپیوتر ساینس در کتاب های مختلف جنریشن های مختلف است. در بعضی کتاب ها 7 جنریشن، در بعضی 6 جنریشن، در بعضی 5 جنریشن است. اما توتال ما شما در اینجا که بحث میکنیم 5 جنریشن است. هر جنریشن از خود دیتایلز داره، از خود وقت و زمان داره، از خود کاراکترستیک خصوصیات داره. و ما شما در اینجا دقیقا گفتن نمیتونیم که این جنریشن از این سال است. بعضی جنریشن ها سالهایشان مختلف است. با زمانی که شما یک جای میرین یا اگر امرای یک کس بحث میکنین، سالش مطرح نیست. ما اینجا بعض سالها را گرفتیم، شما میتونید بعضی کتاب ها میتونید سالهایش تغییر کنه. در بعضی چیزها یک تغییر، در بعضی کتاب ها یک تاریخ میباشه، در بعضی دیگه چیز میباشه. پس ما شما یعنی تایپ های مختلف داریم، پریود های مختلف داریم. در بعض کتاب ها تجدید نظر است که موضوعات مختلف است. پس ما شما جنریشن هایی که داریم 5 جنریشن است. فرست جنریشن، سکند جنریشن، ثرد جنریشن، فورث جنریشن، ففت جنریشن. فرست جنریشن، پیریود آف فرست جنریشن استارتد فرام 1946 تو 1959. دی مین ثینگز دت واز واکیوم تیوب یوزد دیر. ما شما جنریشن اول داشتیم، در ایجه از 1946 تا 1959 است. ما گفتم سالها فرق میکنم یا نیستن که شما باید 100% سر از این سال ایره حفظ بکنین و بالا از اعتماد بکنین. نه، سال که بعض کتاب ها سالهای مختلف گرفته. پس ما شما در ایجه جنریشن اول از 1946 تا 1959 و تکنولوژی که در استفاده شد واکیوم تیوب بود. سکند جنریشن از سال 1959 تا 1965 ترانسیستور استفاده شد. سوم جنریشن از سال 1965 تا 1971 که انتگریتد سرکت بیسد استفاده شد. فور جنریشنز از سال 1971 تا 1988 که مین تکنولوژی دیجا VLSI بود، وری لارج سکرت انتگریتد سرکت بود که دیجا مایکرو پروسسر هم استفاده شد. فیفت جنریشنز 1980 تا هنوز که دیجا ULSS الترا لارج سکیل انتگریتد سرکت که مایکرو پروسسر که امروز ما شما داریم، یا تکنولوژی هایی بودن که نسل هایی بودن که به اساس تکنولوژی مختلف از یک نسل به نسل دیگه یک تغییرات عمده در جنریشن کامپیوتر، در خود ساختار کامپیوتر، در استراکچر کامپیوتر ایجاد کردن. ما شما ایجاد بعضی تکنولوژی های عمده نام گرفته، مثال واکیوم تیوب، ترانسیستور، انتگریتد سرکت بیس، VLSI، ULSI، یا عبارت از چیپای بودن، عبارت از اصل ترین ساختار کمپیوترهای این نسل بودن. زمانی که واکیوم تیوب استفاده می شد کمپیوتر سایزش بزرگ بود، اما زمانی که ترانسیستور استفاده شد ریپلیس واکیوم تیوب شد. اما زمانی که انتگریتد سرکت یا IC ایجاد شد، ترانسیستور از بین برد و ریپلیس از شد به قسم VLSI و به قسم ULSI. پس همی بود که هر نسل از خود یک نواری و یک ساختار بزرگ را در خود داشت. ما شما فرست جنریشن اگر صحبت بکنیم، فرست جنریشن ما شما میتونیم، ما شما نمیتونیم بگیم کمپیوتر در سال 1946 بود. نه، کمپیوتر میتونیم بر با ابکاز و با پاسکال و با خیلی کمپیوترهای دیگه ما شما راجع بتیم. اما دیگه بحث ما روی کمپیوتر دیجیتالی هست
و کمپیوتر است که واد و تمام خاصیت هایی که امروز ما شما کمتر میگیم اگر تمامش نداشت تو یک حد داشت. پس از این تاریخ به این طرف ما شما در فرست جنریشن بحث میکنیم. در پریودی که فرست جنریشن ما شما داریم از سال 1946 تا 1959 بود. در بین سالهای 1946 تا 1959 تمام کمپیوترها، پرزجات، سافتویر، هاردویر، یعنی چیزی کمپوننتی که در بین این سالها به وجود آمده است ما ایرا مربوط به فرست جنریشن میکنیم. که در این جنریشن یکی از اساسترین چیز که استفاده شد واکیوم تیوب بود. واکیوم تیوب در خود یک کامپوننت اساسی بود، بیسیک بود. یعنی واکیوم تیوب در اون وقت در اون زمان به خاطر میموری، به خاطر سرکت خود سی پی یو یا سنترال پروسسینگ یونیت از واکیوم تیوب استفاده می شد. پس تمام کمپیوتر زمانی که نیاز به حافظه می بود، زمان نیاز به سی پی یو می بود، در همین حالت از واکیوم تیوب استفاده می شد. این تیوب یا مانند الکتریک بلب است، برقایی که برقی هستن، بلبایی که برقی هستن، میتوند ما شما برقای زرد داریم در خانه همیال هم استفاده میشه، خیلی حرارت تولید میکنه و اینی از خود یک وای نایز هم میداشته باشه، یک صدا میداشته باشه، اینستالشنش هم یک کنفیوزینگ میباشه. پس همو به خود این واکیوم تیوب مانند این بالبایی بود که الکتریک هستن، ما شما زرد کمیال میبینیم، از بین قسم یک مشابه بود. ما شما عکس میگیم خیلی قیمت بود، خیلی حرارت تولید میکرد و سایز خود کمپیوتر خیلی بزرگ ساخته بود. اما در اون زمان این تکنولوژی خیلی خوب کار میداد برای یعنی کارایی که ما شما میخواستیم، میموری، سرکت، این تمام سرکت های سی پی یو را ما شما از واکیوم تیوب استفاده میکنیم و بالای واکیوم تیوب را کاور کرده بودیم. در این جنریشن ما شما اپراتینگ سیستم باچ پروسسینگ اپراتینگ سیستم داشتیم. ما شما اپراتینگ سیستم های مختلف داریم. خود اپراتینگ سیستم چی هست؟ اپراتینگ سیستم سیستم عامل است که کامپیوتر را وادار به ازی میکنه که یک کامپیوتر را استارت میکنه، اسکیجول میکنه اپریشن هایش، تمام پروسس هایش تقسیم بندی میکنه. زمانی که ما شما در کامپیوتر اپراتینگ سیستم نداشته باشیم، کامپیوتر چالان نمیشه. و این معنی مدیریت خود کامپیوتر که انجام میده اپراتینگ سیستم انجام میده. ما شما اپراتینگ سیستم های مختلف داریم، لینکس داریم، یونیکس داریم، ماک داریم، ویندوز داریم، بی سی دی داریم، خیلی اپراتینگ سیستم های مختلف داریم. باز در امو زمان اپراتینگ سیستمی که استفاده میشد او باچ پروسسینگ بود. باچ پروسسینگ مفهومش این است که وانا میتونستن همزمان کار انجام بده. باچ پروسسینگ کارهای زیاد تاسک میگرفت، همزمان یک جا میکرد، بعد از او کار انجام میداد. پس این آفلاین، یعنی ما شما برای از آفلاین بیس گفته میتونیم، به شکل آفلاین بود. در این جنریشن پنچ کارت، پیپر تیپ، مگنتیک تیپ، اینپوت آوتپوت دیوایس ها هم استفاده میشد. پنچ کارت هم استفاده میشد به خاطر ذخیره کردن دیتا، پیپر تیپ هم استفاده میشد به خاطر آوتپوت، مگنتیک تیپ ها به خاطر اینپوت و آوتپوت هم استفاده میشد. این جنریشن ها اپراتینگ سیستم باچ داشت و در این جنریشن ها پنچ کارت و پیپر تیپ و مگنتیک تیپ اینپوت آوتپوت دیوایس ها استفاده میشد. و یک چیز دیگه که ماشین کورس در اینجا پس امین نسل فرست جنریشنز در پالیزی که باچ پروسسینگ اپراتینگ سیستم داشت، پنچ کارت، پیپر تیپ، مگنتیک تیپ به خاطر اینپوت آوتپوت استفاده میکرد. پالی این همه از ماشین کورس استفاده میکرد، میتونست ماشین کورس مرور بکنه، کار انجام بده و الکتریکال وایرد بورد لنگویج استفاده میشد. یعنی لنگویجی که به خاطر خود کامپیوتر استفاده میشد، این لنگویج نیچرال نبود، این لنگویج الکتریک بود، به اساس وایردی که در بورد خود کامپیوتر به شکل الکتریک وصل بود، از او لنگویج میتونست استفاده بکنه. یعنی تو لنگویجی که ما شما پایتون، جاوا، پی اچ پی، سی شارپ و لنگویجایی که فعلا داریم، این قسم لنگویج ها در وقت نبود، فقط الکتریک وایرد بورد لنگویج بود. چگونه وایر در خورد بورد وصل است، چگونه برق در اوجا انتقال میکنه، اینی بس رزی بود که اینی لنگویج ها در اوجا استفاده میشد. اساس ترین جنریشن فیوچر که در فرست جنریشن بود او واکیوم تیوب تکنولوژی استفاده شد. ما پیش گفتیم یکی از دلایل عمده که در فرست جنریشن تکنولوژی که بود واکیوم تیوب بود. واکیوم تیوب به خاطر میموری، به خاطر سی پی یو، تمام سرکت هایی که در اوج ساخته می شد از واکیوم تیوب تکنولوژی استفاده می کرد. یک ضرری که داشت unreliable بود. unreliable به این معنی که نمیتونست ما شما بالاش اعتماد بکنیم، خراب میشد، زیادتر وقت کارات به درستی انجام نمیداد. پس همین بود که unreliable بود first generations، اما باز هم مردم یعنی نیاز داشتن و از این استفاده میکردن.
ماشین لنگویج فقط سپورت میکرد، دیگه لنگویج ها را سپورت نمیکرد، اسمبلی لنگویج و دیگه لنگویج هایی که ما شما فعلا داریم از این سپورت نمیکرد. خیلی قیمت بود، قیمتش زیاد بود، هر کس او را استفاده کردن نمیتونست. فعلا در پانتونا و جاهایی که ما شما میگیم در این تو جاها از این استفاده نمیشده. دیگه یک توان دیگه که داشت، خیلی زیاد حرارت تولید میکرد، جنریت هیت آلات، پس به خاطر از اینکه واکیوم تیوب خودش حرارت تولید میکنه، پس امی بود که واکیوم تیوب خیلی زیاد استفاده شد، امو باعث ازی شد که حرارت استفاده میکرد، پس حرارت تولید میکرد، حرارت تولید زیاد تولید کردن باعث ازی میشد که کامپیوتر ان ریلایبل میشه یا هم مینتیننس نیاز داشت. و اینپوت آوتپوت دیوایس سلو بود، تابند دیگه دی دیوایس ها و اینپوت آوتپوت با بسیار کندی و سستی پیش میرفت، سایزش خیلی بزرگ بود، پورتبل نبود، نان پورتبل بود. دو اتاق که خود این فرست جنریشن کامپیوتر که ما شما گذاشتیم میگذاشتیم ای ایرکندیشن نیاز داشت، تو باید ایرکندیشن میداشتی و خیلی زیاد برق استفاده میکرد. پس این فیوچرز بود که فرست جنریشن کامپیوتر ها داشت. واکیوم تیوب استفاده میکرد، قابل اطمینان نبود، برق زیاد تولید میکرد، در کندیشن نیاز داشت، الکتریسیتی برق خیلی زیاد استفاده میکرد، قابل انتقال نبود، سایزشن بزرگ بود، اینپوت آوتپوتش خیلی ساده کند بود. پس همین فیوچرز ازی بود که شما خودتان باز درک بکنید کدامش مشکلات است، کدامش فواید است. بعضی از کمپیوترهای فرست جنریشن ما شما میگیم که اینیاک است، در عکس میبینین ادواک یکی دیگه کمپیوتر است که بده وقت داشتیم، یونیواک یکی دیگه مثالش است، آی بی ام 701 سریز یکی دیگه مثال یک جنریشن است، آی بی ام 650 هم یک مثال دیگه کمپیوترهای فرست جنریشن هستند که اینیاک، ادواک، یونیواک کمپیوترهای خیلی بزرگ بودن و خیلی زیاد استفاده نمیشد، هر کس از او استفاده کردن نمیتونست. باز بعد از او آی بی ام دو جنریشن کمپیوتر خود در این وقت ایجاد کرده بود، 701 و 650 که از او در وقت از او استفاده میشد. ما شما دیگه سیکند جنریشن داریم، سیکند جنریشن از سال 1959 تا 1965 آغاز شده، یعنی بعد از فرست جنریشن 1959 تا 1965 در بین این سال ها تمام تغییراتی که در خود ساختار کمپیوتر، در خود پروگرامینگ لنگویج، در خود تایپ آف کمپیوتر چیزی تغییرات که آمده، ما او را مربوط به سیکند جنریشن میکنیم، تمام از او مربوط به جنریشن دومی هستم. در این جنریشن ها ترانسیستور استفاده می شد که واقع خیلی ارزان بود، پاور خیلی کم مصرف میکرد و این سایز خود کمپیوتر خیلی خرد ساخت. یعنی خود ترانسیستور یکی از تکنولوژی بود که واکیوم تیوب را ریپلیس کرد، و جای واکیوم تیوب استفاده شد و این خیلی خوبیای داشت. خوبیای از این بود که ارزان بود، پاور برق بسیار کم مصرف میکرد و خیلی سایزش خرد کرد کمپیوتر، ریلایبل بود، تیزتر بود. پس همین بود که کمپیوترهای فرست جنریشن نسبت به سکند جنریشن سایزش خرد بود، به خاطر از اینکه به جای واکیوم تیوب ترانزیستور استفاده کرد. واکیوم تیوب سایزش بزرگ بود، خیلی زیاد استفاده میشد، اما در خود ترانزیستور کم استفاده میشد، سایز کمپیوتر کم ساخت. در این جنریشن ها در پالی ازی که واکیوم تیوب استفاده می شد، مگنتیف کور ساخته شد، کورای خود مغناطیسی ساخته شد که یا به حیث پرایمری میموری و مگنتیف تیوب استفاده می شد. یعنی به خاطر میموری از بجای واکیوم تیوب، از پرایمری میموری از مگنتیف کور استفاده کرد. مغناطیسی فیلن ما شما هارد دیسک مغناطیسی داریم و مقسم در موقت هم مگنتیف کور ایجاد شد به خاطر میموری ابتدایی یعنی رام، و مگنتیک تیپ و مگنتیک دیسک به خاطر سیکندری استوریج میدیا استفاده شد. به خاطر پرایمری میموری، میموری ابتدایی یا رام، از مگنتیک کور استفاده شد، و از مگنتیک تیپ و مگنتیک دیسک به خاطر سیکندری دیسک استوریج دیوایس، یعنی هارد دیسک و دیگر دیوایس هایی که به خاطر سیکندری میموری استفاده میشه، به خاطر ازی از خود تیپ های مغناطیسی و دیسک های مغناطیسی استفاده شد. پس این یک نواری دیگه بود در نسل دومی. ما شما عکس ترانسیستور را میبینیم، این خودش یک عکس ترانسیستور است. در این جنریشن اسمبلی لنگویج و های لیول پروگرامینگ لنگویج استفاده شد. یک خوبی نسل دوم همی بود که در این جنریشن ها بجای ماشین لنگویج یا اسمبلی لنگویج ایجاد شد. اسمبلی لنگویج به اساس وردای انگلیش کار میکنه، به انسان خیلی ساده بود، و پالیزی های لیول لنگویج ایجاد شد.
هایلی لنگویج مثل فورتان کوبول توانی زیاد داشت که ما شما بتانیم با بسیار سادگی کود در های لیول پروگرامینگ لنگویج نشته بکنین و او را با ماشین لنگویج خود کمپایلر ترانسلیت میکنه. بازاری جنریشن خوبیش همی بود که اسمبلی لنگویج و های لیول پروگرامینگ لنگویج مثال های فورتان کوبول اینها ایجاد شد یا اختراع شد و این خیلی خوبیایی ایجاد کرد. و دیگه در اینجا بچ پروسسینگ و ملتی پروگرامینگ اپریتینگ سیستم استفاده شد. در این جنریشن هم بچ پروسسینگ بود اما در پلی بچ پروسسینگ ملتی پروگرامینگ اپریتینگ سیستم استفاده شد. یعنی شما می دانستین که چند پروگرام همزمان بالای اپریتینگ سیستم ران بکنید. یعنی توانی زیاد داشت که شما بتانین همزمان چند کار با در یک وقت در یک دقیقه که ما شما هستیم امو وقت میتونست انجام بده. و در پولیزی که ملتی پروگرامینگ اپریتینگ سیستم بود بچ پروسسینگ هم ایجاد شد. بچ پروسسینگ به خاطر خود ما شما پیش گفتیم یک تاسک چند تاسک یک جا میکردی، چند وظایف مختلف یک جا میکردی، به این معنا بچ پروسسینگ که همزمان 10 12 15 16 هر لیمیتی که برش تعیین کرده بود چند وظایف می گرفت، چند حساب کالکولیشن می گرفت، او را باز بعد از اینکه 20 یا 15 حد می رسید بعد از یک دفعه بالای کامپیوتر او را رن می کرد. پس این بچ پروسسینگ میگه که این را در 5 کار ذخیره می کرد و 5 کار را با کامپیوتر می داد، بعد از کامپیوتر به شکل بچ پروسسینگ او را انجام می داد. پس در این نسل در پولیزی که بچ پروسسینگ بود ملتی پروگرامینگ اپریتینگ سیستم هم استفاده شد. یک خوبی دیگه بود در این نسل سایزای این کامپیوتر ما شما میگیم که سایزش نسبت به فرست جنریشن خرد شد. فرست جنریشن اگه ببینین سایزش خیلی کلان است اما سایز ازی که بود با اساس ترانسیستور که استفاده شد سایزش خیلی خرد شد و قابل ازی بود که یعنی ما شما میتونستیم که نسبت به فرست جنریشن ریلایبل بود. مین فیوچر که در سیکند جنریشن ما شما داریم اوی است که ترانسیستور در بجای واکیوم تیوب استفاده شد. واکیوم تیوب ریپلیس شد با ترانسیستور. ترانسیستور خوبیش خیلی زیاد بود، سایز کامپیوتر را کم ساخت، ریلایبل بود، قابل اعتماد بود، یعنی خیلی خوبیای داشتن و نسبت به فرست جنریشن کامپیوترها ریلایبل بودن. و این معنی که نسبت ما شما نمیتونیم بگیم که 100% این کامپیوترها ریلایبل بود، نه، فقط مقایسه با فرست جنریشن کامپیوترها که ما شما میگیم نسبت بر از او یا ریلایبل بودن، قابل اعتماد بودن، به خاطر که بجای واکیوم تیوب از ترانسیستور استفاده کرد و ترانسیستور ارزان بود، اینقدر خراب نمیشد، نیاز به و بسانی ریپلیس شده میتونسته. و سایز دیگه خوبی است که نسبت به فرست جنریشن کامپیوتر سایزش خرد شد به خاطر از اینکه واکیوم تیوب استفاده میشد، واکیوم تیوب خیلی جای میگرفت. پس همی بود که خود زمانی که ترانسیستور استفاده میشه سایز کامپیوتر خیلی خرد میسازه. و نسبت به فرست جنریشن کامپیوتر یک خوبی دیگه شی است که حرارت کم شد، یعنی کم حرارت تولید میکرد به خاطر که واکیوم تیوب حرارت زیاد تولید میکرد. پس این ریپلیس با ترانسیستور شد و ترانسیستور خوبیش همی بود که برق کم مصرف میکرد، سایزش خرد بود و ریلایبل بود. دیگه ما شما نسبت به فرست جنریشن کامپیوتر فاستر بود اما باز هم قیمت بود، ارکندیشن نیاز بود و ماشین لنگویج و اسمبلی لنگویج سپورت میکرد. یک خوبی دیگه ایشی بود که ماشین در پالیل ماشین لنگویج از اسمبلی لنگویج استفاده میکرد و اسمبلی لنگویج نسبت به ماشین لنگویج و انسان نزدیکتر است و انسان میتونه او را به آسانی درک و فهم بکنه. مثال های این نسل کمپیوتر ها ما شما IBM 620، IBM 794، CDC 1604، CDC 3600، یونیواک 1108، این تمام کمپیوترهایی است که مربوط به نسل دومی است و در نسل دومی ازی یا در جنریشن دومی ازی استفاده می شد. پس ما شما ویدیو خود زیاد دراستر نمی کنیم، در ویدیو بعدی بخیر ما شما سیوم جنریشن، ترد جنریشن، فورت، فیفت اصیش همی خوانیم. کوشش بکنین شما در این لکچر ما شما راجع به جنریشن بحث کردیم. جنریشن خودش چی هسته؟ گفتیم که تقسیم بندی کمپیوتر که از کدام چی وقت کدام تغییرات چگونه آمده
از کجا شروع شده تا کجا این میشه. اینی تمام موضوعات است که ما شما در جنریشن با اساس سالها تقسیم بندی میکنیم، با اساس سالها او را با اساس سالها با شما او را مطالعه میکنیم و او را میخوانیم. این با ما شما یک کانسپت میده که چگونه کامپیوتر از کجا ساخته شده، چگونه ساخته شده و تا کدام حد رفته. اینی تمام موضوعات است که ما شما اینی میتونیم با اساس جنریشن بفهمیم که کامپیوتر چگونه شروع شده بود و امروز در کجا هست. ببینین شما باز هم جایی که مشکل دارین میتونین از طریق SLMS یا هم واتساپ گروپ که ما شما داریم میتونین همراه ما شریک بکنین. تا لکچر بعدی به خداوند یکتا میسپارمتون.